خیلی خوش اومدی عزیزم. بهتر خیلی زود بریم سر اصل مطلب. ببین امسال نیما میخواد برای سالگرد ازدواجمون یه مراسم خیلی باشکوه بگیره. حالا می‌خواستم ببینم تو که اهل قرتی بازی هستی یه ذره باهات مشورت کنم ببینم نظر تو چیه. مثلا تو بودی چیکار می‌کردی؟ به نظر تالار بگیریم مراسمو یا توی باغ بگیریم؟ کیا رو دعوت کنیم؟ چند نفر دعوت کنیم؟ بعد دیگه غذا چی بدیم؟ و اصلا اگه خودت بودی می‌خواستی یه مراسم عالی برای سالگرد ازدواجت بگیری و بهتری کنی چیکار می‌کردی؟ خیلی نظرت برام مهمه ها. البته عزیزم این اسمش با سلیقه بودنه، نه قرتی بازی. بعدش هم این مراسم های شلوغ که کلی جمعیت دعوت کنی اونم تو تالار و باغ اینو بگیری کلا منسوخ شده. الان با کلاسا یه جشن خصوصی دو نفره میگیرن توی کافه، قهوه و کاپکیک میخورن. به نظر من پولیشو بدیم به خیریه، بعدش هم جایی هم نگی چون ریا میشه، اینجوری خیلی بهتره. وای راست میگی مونا، واقعا تو طرز فکرت اینه؟ باورم نمیشه عزیزم، آخه نازی. ببین حالا که اینجوری گفتی چند دقیقه وایسا من برم اتاق یه تماسی بگیرم سریع برمیگردم. خیلی خوب زودی بیا. میدونی به کی زنگ زدم؟ به کامی. پس اصلا برای تعریف کنم ببخشید مجبور شدم دروغ بگم. و عزیزم ببین این مراسمو کامی میخواست اصلا برای سالگرد ازدواجتون بگیره. مراسم بگیره ولی چون نظرت خیلی مهم بود گفتش که من بیام اینجوری صحبت کنم بگم سالگرد ازدواج خودمون و اینا که مثلا به سلیقه تو هم دخیل باشه توی این مراسم که خوشت بیاد. بعد دیگه وقتی الان رفتم یه سنگ زدم آخه، گفتم آره مونا اینجوری گفته و گفته که نه مراسم دو نفره باشه توی کافی شاپ خیلی ساده و پولشو بدی خیریه، انقدر خوشحال شد. واسه فکر نمیکنم مونا اینجوری فکر کنه. گفت همین الانم هم میرم پولشو واریز میکنم برای خیریه. همین خیلی غلط کرده که پول مراسم منو بده خیریه. خیریه دیگه چیه؟ باید با شکوه ترین و بهترین مراسم برای من بگیره. یه پیدایی از این کامی در بیارم. چی شد؟